اگر به ماجراهای عجیب و غریب علاقه دارین، زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله کنارش رو هم فعال کنین تا از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشین. لایک و کامنت رو هم فراموش نکنین. توی این ویدیو سراغ یکی از جنجالی ترین پرونده های تاریخ پلیس ایران میریم. پرونده اولین قاتل سریالی زن ایران، مهین قدیری. مهین تا سوم راهنمایی درس خونده بود و توی سن 14 سالگی هم ازدواج کرده بود. زمانی که قتل‌ها رو مرتکب می‌شد فقط 32 سال سن داشت و صاحب 2 فرزند بود. اون با پرسه زدن اطراف زیارتگاه‌های قزوین، زنای مسنی رو که زیورالات زیادی رو به همراه داشتن شناسایی می‌کرد، بعد به بهونه رسوندنشون به خونه اونا رو سوار رنوی زردرنگ خودش می‌کرد. بعد هم با تعارف کردن آب میوه اونا رو مسموم و در نهایت هم خفشون میکرد. مهین در زمان اعترافات خودش شخصیتی پیچیده و باهوش رو از خودش نشون میده و همین موضوع اون رو برای بررسی مورد خاص‌تری میکنه. اون در اعترافات اولیه خودش انگیزش رو از این قتل‌ها سرقت جواهرات قربانیان اعلام میکنه و به افسرهای بازجو میگه که تمام نقشش رو توی خودروی خودش انجام میداده. اون با کمین در امامزاده ها قربانیاش که معمولاً بین 51 تا 66 سال داشتن رو انتخاب میکرده و به این بهونه که چقدر شبیه مادرم هستید یا چقدر چهره مهربونی دارین، با اونها طرح دوستی میریخته و سوارشون میکرده تا به مقصد برسونتش. این وسط و بین راه، بعد از اینکه آب میوه خواب‌آور رو به قربانیاش میخورونده، اونا رو بیهوش میکرده و بعد هم با روسری خودشون یا با دست اونها رو خفه میکرده و پولها و طلاهاشون رو به سرقت میبرد. این قاتل سریالی در اعترافای خودش تاکید میکنه که همه این جنایت‌ها رو تنهایی انجام داده و شوهرش هیچ چیزی از این ماجراها خبر نداره. قربانی‌های مهین 5 تا زن میانسال و یه مرد بودن. حالا چقدر جالب باشه که چرا یه مرد؟ اون مرد اولین قربانی مهین قدیری بوده که صابخونش هم بوده. مهین قدیری قبل از ارتکاب به 5 فقره قتل زنای محسن در ابتدا پیرمرد صابخونه خودش رو میکشه. بعد از قتل صابخونه مهین به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت میشه، اما با فرار از اعتراف تونست از دست قانون هم فرار بکنه و این بار با بازگشتش به جامعه مرتکب 5 فقره قتل دیگه شد. یکی از خبرنگاران که به صورت تخصصی روی این خبر کار میکرده و از تهران اعزام شده بوده به قزوین گفته که مهین قبل از ارتکاب به قتل‌های زنجیره‌ایش پیرمرد صابخونه خودش رو کشته. اون روز حادثه قتل پیرمرد باهاش به بانک میره و فرم بانک رو هم با دستخط خودش پر میکنه. بعد که به خونه برمیگردن با پیرمرد درگیر میشه و اون رو به قتل میرسونه. مهین انگیزه خودش رو از قتل پیرمرد اینطوری گفته که پیرمرد به من نظر داشت و میگفت که شوهرت رو طلاق بده تا با هم بریم کرج و اونجا زندگی کنیم. البته صحت این ادعا هیچ وقت محرز نشد. مهین بعد از قتل این پیرمرد به همسرش ماجرا رو میگه و این تنها قتلیه که شوهر مهین ازش باخبره. مهین به همسرش میگه که صابخونه به من نظر داشت، شوهرش هم توی جابجا کردن و گم و گور کردن جسد و انداختنش توی کانال آب بهش کمک میکنه. مهین با ماشینی که توی صندوق عقبش جسد پیرمرد رو داشته دنبال دخترش میره و از مدرسه اون رو بر میداره. بعد هم یه سری به خونه دوستش میزنه، بعد دخترش رو میذاره خونه و بعد از اون جسد رو میندازه توی کانال آب. جسد بعد از چند روز زیر یه پلی کشف میشه. البته مهین از گاو صندوق خونه پیرمرد هم مبلغی پول به سرقت برده بود. مهین بعدها توی اعترافات خودش میگه که فراموش کردم عینک صابخونه رو از خونش بردارم، چون اون بدون عینک اصولا جایی نمیرفت. و حالا سوال اینجاست که چرا مامورای پلیس اون موقع شک نکردن که عینک توی خونه است و این نشون دهنده اینه که صابخونه حتما توی خونه خودش به قتل رسیده. مهین بعد از به قتل رسوندن پیرمرد صابخونه، خاله شوهر خودش رو هم توی خونش به قتل میرسونه و این دومین قتلشه. همون خبرنگار توی توضیح این قتل گفته که بعد از پیدا شدن جسد خاله شوهرش توی خونه خودش، با توجه به اینکه آثار شکستگی روی قفل در نبود، مشخص بود که قاتل با مقتول آشنا بوده و خودش اجازه داده که قاتل وارد بشه. ماموران میتونستن به راحتی با تحقیق در مورد اقوام نزدیک مقتول سر نخی رو از قاتل پیدا بکنن که این اتفاق هم متاسفانه نمیفته. حتی در جریان اولین قتل زنجیره مهین هم 2 تا جوان به پلیس گفته بودن که 2 زن رو توی جاده خاکی توی یک رنوی زرد رنگ دیدن.
مامورا اون موقع میتونستن حالا با در نظر گرفتن خودروهای زرد رنگ توی قزوین لااقل به یک سرنخی برسن. مگه واقعا چقدر خودروی زرد رنگ از یک مدل وجود داشته اون موقع توی قزوین؟ اما خب این اتفاقا نمیفته و مهین آزادانه به کارهای خودش ادامه میده. اما سوال اینجاست که چطوری این قاتل به دست پلیس میفته؟ پلیس آگاهی قزوین که سال 87 با کشف یک جسد اقدامات پلیسی خودش رو برای دستگیری قاتل یا قاتلها آغاز کرده بود، با قتلهای دیگر هم تحقیقات خودش رو روی دستگیری قاتل سریالی متمرکز کرد. خبرنگاری که در موردش صحبت کردیم در مورد این ماجرا میگه که از قتل سوم تا ششم شیوه کار مهین به این صورت بود که تو مقبره امامزاده معروف شهر پرسه میزد و سعی میکرد پیرزنهایی که طلای زیادی رو با خودشون داشتن به بهونه یک کمک به اونها، حالا یا رسوندن به مقصد یا هر جور دیگه، سوار خودروی خودش بکنه. بالاخره یکی از پیرزنهایی که بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای این قتل‌ها از ترس مسمومیت از خوردن این آب میوه مرگبار مهین امتناع کرده بود، تونست از چنگ اون فرار بکنه. اون مشخصات مهین و خودروش رو به مامورا داد و توی این مرحله پلیس با ساخت یک فرضیه که قاتل قربانی خودش رو از مقبره امامزاده شکار می‌کنه، اقدام به نصب دوربین در محل مقبره کرد. یه روز یکی از مسئولین پرونده برای رسیدگی به عملکرد دوربین به مقبره رفت و وقتی که برگشت متوجه شد که خودروش جریمه شده. بنابراین احتمال داد که خودروی مهین هم توی رفت آمد به این مکان شاید جریمه شده باشه. با بررسی این موضوع و جریمه ها باعث شد که خودروی مهین که خب به نام خودش هم بوده شناسایی بشه و در نهایت این قاتل به دام بیفته. در نهایت پلیس تونست مهین و همسرش رو توی خونه خودشون دستگیر بکنه. توی بررسی منزل همه روزنامه هایی که این جنایت رو منعکس کرده بودن و پیگیری کرده بودن کشف شد. به علاوه مقالات و نوشته هایی در مورد قتل های سریالی پاریس هم به دست اومد. این قتل‌ها همون موقع خیلی سر و صدا می‌کنه و مصاحبه‌های مختلفی با مهین انجام میشه. توی یکی از این اعترافات مهین در مورد انگیزه واقعیش از این 6 تا قتل گفته که من مشکلات و تنگناهای مالی زیادی داشتم، با وجود اینکه توی 2 مقطع کار می‌کردم نتونسته بودم مشکلات مالیم رو حل بکنم. یه شرکت قلابی منو به این مخمصه انداخت. برای گرفتن امتیاز وام از من چک گرفت و نه تنها وامی پرداخت نکرد، بلکه 25 میلیون تومان چک من رو هم به اجرا گذاشتن. شوهرم هم 5 ماه بود که بیکار شده بود. شاید مقصر اصلی این ماجرا شوهرم باشه. اگه زندگیمون تأمین بود هیچ وقت من مجبور نبودم که مرتکب به قتل بشم. در نهایت مهین آذر سال 89 اعدام میشه و پروندهش برای همیشه بسته میشه. اما حالا با اکران اینترنتی فیلم سینمای مستندی در مورد زندگی و قتل‌های اون دوباره نامش به سر زبون‌ها افتاده. مستند سینمایی مهین که دارای سوژه جذاب و حساسیت برانگیزه. زن جوانی که مادر 2 فرزنده و با انجام قتل‌هایی میشه نخستین زن قاتل سریالی ایران. رویه این مستند به این صورته که از یک بازیگر تئاتر به کمک تعداد دیگری از بازیگرها صحنه‌های جنایت رو بازسازی کردن و به نظر میرسه که کارگردان کاملاً به سوژه وفادار بوده و ذره‌ای هم از روایت اصلی ماجرا غافل نشده. پیشنهاد میکنم بهتون که اون مستند رو ببینید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً برای دوستاتون هم بفرستید. مرسی که با ما همراه بودید.